خب سلام علیکم همگی. ببخشید من دیر کردم. اول میخوام حقیقتش این کاری آخرین لحظه یه مریض بدن داشتم بعد از هم من در اینکه هم دیر کردم همون میخوام خیلی وقت رو بیارم میخوام سریع بدم روی مطالبی که دارم خدمتتون عرض بکنم. مطمئن فقط برای اینکه بدونم با چه افرادی من در واقع باید صحبت بکنم همینجوری دست رو بالا کنید از چند نفر اینجا دیابت دارن؟ نه همه. چند نفر از شماها یکی از افراد تو خونه‌تون دیابت دارن؟ داشت. اوکی. چند نفر از شماها کسی که دیابت داره می‌شناسید؟ من تقریبا نمی‌شناسم. توی دایره هستم های بله بله. بسیار. یکی از مشکلاتی که ما در واقع به عنوان فامیلی دکترها تو کانادا داریم اینه که وقت متأسفانه برای صحبت کردن با مریضامون خیلی محدوده و این خیلی ما رو اذیت می‌کنه. این کسی که می‌خواد کمک کنه که پیشگیری کنه، چون همجوری که میدونید فلسفه فامیلی فیزیشن توی در واقع کانادا که من خوب جا افتاده این بوده که پیشگیری بشه. یعنی اینا اومدن دیدن که یک سری عواملی هست که سلامتی رو تعیین می‌کنه به عنوان determinants of health. من همینجا باز عذر می‌خوام، مجبورم بعضی موقع کلمات انگلیسی رو کار ببرم چون متأسفانه مدتی فارسی صحبت نکردم توی وسایل علمی فراموش کردم بعضی کلمات رو. بنابراین اینا گفتن که باید ما افرادی رو که فکر می‌کنیم یک در مورد دانش سلامت و بهداشت آگاهی دارن، دو مریضی ها رو میشناسن، سه عواملی که باعث بیماری میشه رو خوب میتونن با قلوبر و شرایط اجتماعی اینا رو با هم دفع بدن و بتونن این رو درمان رو در واقع فردی کنن. ما یه سری راهنمایی داریم که اجتماعی به همه میگن ولی باید هر فردی رو در شرایط خودش دید و درمان کرد. برای همین خوشبختانه وقتی نگاه میکنید به آمارهایی که دنیا هست تا حدودی موفق بوده این سیستم در واقع کانادا. منتها در یکی از زمینه‌ها متأسفانه مشکل پیدا کرده، یکیش همین قضیه کمبود وقتی است که ایجاد میشه. مثلا من میشینم اونجا مریض ببینم، مریضی که نشسته دو ساعت اونجا مطرح شده بنده رو ببینه، استرس داره به من استرس میده و میخوام اینو کارش انجام بدم که مریض بعدی مطرح نشه. و همیشه من آرزو داشتم که وقتی باشه بتونم با مریضام خارج از اون مطب اون چارچوب صحبت کنم. و اینجا که در واقع این فرصت پیش اومده بعد خانم فرانسه چلو کنم که صبح کردن ترم کردن و بحث دیابت رو همتون شنیدین و از بندم بهتر میدونید که چه عوارض داره. ولی یه سری چیزهایی هستش که شاید شماها در جریان نباشید و اون تحقیقاتی است که انجام میشه در این زمینه و یافته هایی که مثلا فرض میکنم مثلا ما که دانشجو بودیم یادمه مثلا ما گفتن آقا جون کسی که استرس داره سرطان میگیره، نمیدونیم چجوری، حتی پزشکان میگفتن ولی الان ثابت شده که از چه طریقی با چه مکانیزمی استرس روزانه میتونه سلولای سرطانی رو فعال کنه. این دیگه از شک اومده بیرون. یه همچین وضعی مثلا در مورد دیابت هم هست. حالا بعدا در مورد دیابت و افسردگی یا دیابت با مثلا فراموشی یا زد. سوال اول اینه که آیا من روز مثلا اینو چون حقیقتش همینجوری با عجله امروز من فکر کردم باید چی صحبت بکنم، مثلا بهتره که یه استراتژی داشته باشیم. شما چیز نداریم اینجا؟ بهتره یه جوری آره من نمیخوام بخوام زیاد وقت همه رو بگیرم آخر پوینت باشه بهتره سوال اول اینی که آیا استرس باعث دیابت میشه یا نه؟ یکم در این مورد صحبت بکنیم. صحبت بعدی اینه که آیا دیابت باعث افسردگی میشه؟ اگه میشه چگونه؟ بحث بعدی رو میخوام در مورد دیابت و الزایمر که الان بحث روزه بکنیم که خیلی هم صحبت داغیه و خیلی هم در حال خوبی داره در این میشه. هر روزی مطلب جدیدی هست که آدم واقعا دیگه نمیتونه باشون به قول معروف کسات بکنه برسه بشون. و این هم خوبه که یکم در مورد صحبت کنیم. بعد چه کار میشود کرد؟ حالا من اینکه دیابت دارم چه نوع شیوه تغییراتی در زندگی زندگیم داده بکنم که مثلا افسرده نشم یا الزایمر نگیرم یا اگر خدا نکرده افسردگی دارم چجوری باید با این در واقع برخورد بکنم که اون بحث بین رابطه دیابت و افسردگی رو تا اونجایی میتونم به صراحت عوضش کم کنم. تحقیقاتی که میشه متاسفانه تو نورد آمریکا آمریکای شمالی بیشتر اینا پولش رو شکل دارویی میدن برای اینکه من عذر خبر مثال بزنم میگم که تحقیقات کشکر داری به ما پزشکا میدن مثل یه خانمی کنار ساحل داره قدم میزنه که همه جا رو نشون میده بجز اونجایی مهم رو. اونا اون سه که مشکله رو ما نمیگن، ما پزشکا فقط یاد میگیم فلان دارو برای این خوبه ولی نمیدونیم چه عوارضی داره.
توی اروپا ولی اینجور نیست. اروپا یه جوامعی رو درست کردن خودشون که دولت پولش میده و اونا تحقیق میکنن و اون به اصطلاح حاصل تحقیقاتشون از نظر علمی برای مثلا من پزشک قابل اعتمادتره، چون میدونم اون محقق دیگه هیچ نوع وابستگی به هیچ جایی نداشته که بخواد اون ارقام عدد رو جا بده. یکی از این به اصطلاح مراکز EDID یا European Depression and Diabetes Research، اینها کارشون فقط تحقیق در مورد دیابت و افسردگی. و خیلی جالب اصلا شما نگاه میکنید، من اتفاقا از کامل توفانی ساکن اگه فیزش کجا هست من صدام بیارم که خب نشون بدم، ولی گفتن اگه نیستن که من راحت ترم که مثلا بدون اسلاید و خیلی این فرما باشه. من اینا رو خدمت از من بعدش هم میخوام این وقتی هم برای سوال و جواب باشه. اولا شما ببینید الان ما تو حدود 220 میلیون دیابتی داریم تو دنیا، آماری که ما داریم 220 میلیون کم نیست. و چیزی که ما داریم در واقع تقسیم بندی میکنیم میگیم دیابت نوع 1 دیابتی است که باید انسولین از بچگی مشکل داشته باشه، تزریق کنم وارد بحثش نمیشم. نوع 2 فرد خوبه بعدا به علاوه دیابت میگیره باید حالا ممکنه به انسولین مثل نوع 2 میشه. بعد ما میگفتن دیابت نوع 3 دیابت خانم های بارداره که فقط دانه بارداری قند شما رو میاد پایین. الان میگیم نه، دیابت نوع 3 الزایمره. الان تایپ 3 دیابتیز از کالد الزایمر دیزیز. ما الان این توی تحقیقات اروپایی دیگه جا باز میکنه این قضیه. حالا بعد در این مورد ما بیشتر باید باز کنیم قضیه رو. حدود 35% افرادی که افسردگی دارن میتونن دیابت بگیرن. یعنی اگه کسی رو شما امروز میبینید بیمار افسرده است و اگه درمان نکنید این ریسک دیابتش بالا میره. از اون طرف کسی که دیابت داره از هر 10 نفر 4 نفر میتونن افسرده بشن. یعنی 40% ریسک افسردگی در افراد دیابت نسبت به افراد خیلی هم نخواهم کنم نسبت به افراد خیلی افسرده بیشتره. بنابراین چیزی که الان من مثلا بیارم خواست اینا رو بخوام بنویسم هایلایت کنم خیلی مهمه که هی برگردیم بهشون اشاره بکنیم. و برای من باز جالبه، ما فکر کردیم توی امریکای شمالی در خانم ها بیشتره، خانم های دیابتی بیشتر افسرده میشن، در حالی که تو اروپا فهمیدن که نه در مردها بیشتره. به خاطر اینکه نمیخوام کوک کنن راحت با این قضیه خبر تو دیابت داری، چون وقتی کسی فردی میگن چون دیابتی باید غذاش رو تغییر بده، باید لایفستایلش رو عوض بکنه، احتمالا ممکنه فرد نیاز به آمپول انسولین داشته باشه و تغییرات دیگه ای توی روش زندگیش، توانایی های جنسی ممکن ایجاد بشه. و به خاطر همین اینا میگن که مریض های مرد ما ریسکشون بیشتره که افسرده بشن وقتی با دیابت اینا تشخیص داده میشن. برای همین پزشکا باید حواسشون بیشتر باشه که با اینها بیشتر وقت بذارن، بیشتر سوال بکنن، بیشتر در واقع برن توی زندگیشون. بحث دیگه که بنابراین من فقط اینو فقط بخوام هایلایت بکنم براتون، ما عرض کردیم که 35% افرادی که افسردگی دارن، دیپرشن دارن، اینا میرن تو دیابتیز. و گفتیم 40% البته این آماری است که باز تحقیقات میگن آمده بازن 40% اونایی که دیابت دارن میتونن برن تو افسردگی، تو دیپرشن. خب این خیلی مهمه که در واقع ما بدونیم مثلا اگر خودمون افسردگی داریم، اگه خدا نکرده یا احساس میکنیم که برام دیگه مهم نیست قند بالاست یا پایینه، هر چی دکتر میگه نخور من میخورم، چه میدونم مثلا برنامه میریزم میخوام برم صبح قدم بزنم نمیرم، پا میشن خواب میگم با حسده داری بلش کن چه برم، یا یواش یواش دارم از اون جمعی که همیشه من کنار میگیرم دیگه علاقه ندارم که برم تو اون جمع. این علائم شروع در واقع افسردگی و حتما پزشکشون بگیم که اونها در همون در واقع استیج اولیه بتونن در واقع این کاری انجام بدن، چون اگه بگذره باید عرض میکنیم که چه عوارضی داریم. از اون طرف اگه خدا نکرده شما افسردگی دارین و رفتین پیش پزشک گفتن که آقا شما مثلا داروتون این افسرده هستین، حالا در مورد افسردگی درمانش فرصت نیست صحبت کنیم، اینه بدونید که شما ریسک دیابتیستون بیشتر. یعنی فقط این نیست که شما درمان کنی افسردگی رو حالتون بهتر میشه، بلکه خودتون رو از اینکه در آینده خواهیم کرد دیابت هم بگیرید نجات بدید. پس این دو تا خیلی به هم از دو طرف ارتباط دارن. بعد یه بحث دیگه که عرض کردیم که این هم خیلی خیلی مهمه که در مردها ریسک افسردگی
کمک که دیابت بیشتری. این در واقع یک برداشت نوشن غلطی بود ما پزشکا داشتیم، بیشتر رو خانم ها ما تاکید میکردیم، در حالی که حالا فهمیدیم استراب تو خانم ها بیشتر است تا اون نوع افسردگی که واقعا میتونه اذیت کنه مغز. خب اینم یه چیزیه که اگه واقعا یه آقایی هستی با قند خون قطعا یادت باید باشه که ریسک برای دیپرشنتون خدا نکرده بیشتر و باید زودتر در واقع با پزشکتون در میون بذاری. بحث بعدی که من میخوام یه مقدار برم توی به صدا بحث های علمی قضیه که سعی میکنم خیلی چیزش بکنم، خیلی سادهش بکنم، سوالی که شما میتونید از من بکنید آقا شما چرا میگین افسردگی مثلا چیز دیگه باعث افسردگی میشه، از کجا چجوری چه ثابت شده؟ ما میدونیم که دیابت ما بهش میگیم سایلنت کیلر یا قاتل خاموش. مریضی ممکنه دیابت داشته باشه برای چندین سال نه خودش بدونه نه پزشکش بدونه. در اگه طرف خیلی آدم خوشبختی باشه، بعضی وقت خشکی دهان، ادرار زیاد، از دادن وزن، بعضی ها نوع دو اصلا لزومی نداره که اینا باشه، میتونه بره و بره و پزشک نگاه نکرده، مریض خودش شکایت نداشته. به محض این که بدن شما به انسولینی که خود بدن تولید میکنه مقاوم میشه، دلیل اصلیش مسئله ژن تو خانواده بحث دوم، بیشتر لایف استایل، نوع زندگی، وزن بالا، خوردن مواد نشاسته‌ای و قندی فراوان و برای شما عرض کنم یواش یواش بخصوص تو آقایون وزن مرکزی. یعنی ما یه زمانی بود همش میگفتیم بی ام آی، بادی ماس ایندکس، یعنی شما بیا وزن بر حجم بدن تقسیم بکن یه رقم بیاری 18 تا 25 خوبه، بالاتر از 30 الان میگی، ولی الان فهمیدیم اون کافی نیست، ما باید دور کمر مریضام هم بزنیم. این در واقع دور کمر هستش که در دراز مدت تعیین میکنه که این فرد میخواد بره توی متابولیک. الان ما دیگه در واقع ترم دیابت رو خیلی به کار نمیبریم، میگه متابولیک سندروم، یعنی یک سندروم متابولیک ایجاد شده در این مرد، در این فرد. بیشتر میگم حالا تو در مردا بیشتر واقع خودش نشون میده، تو خانم همینجوریه. سندروم متابولیک یعنی که شما انسولینتون در محیط خوب مصرف نمیشه، مقاومت جاش رو بدن تو برای انسولین، انسولین کاری که باید بکنه بیاد یه دریچه روی سلولا باز کنه که قند بره و قند از توی سیستم برداشت بشه، اینجا انسولین ترشح میشه، ولی اون حساسیت به انسولین ایجاد نیستش. بله. بعد شروع کنه قند بالا رفتن بالا رفتن و در کنار این کلسترول بالا میره، در کنار این کلسترول بعد میره بالا، کلسترول خوب پایین میاد و کلیه تاثیر داره میکنه که اینو در مجموع با اون در واقع دوری کمر بالا میگه میشه متابولیک سندرم. که وقتی این اتفاق میفته اولین چیزی که توی مغز، چون بحث من بحث دیپرشنه، اتفاق میفته یک هورمونی رو ما میشت الان شناختی و جدا کردیم توی مغز به نام برین، من خلاصش رو میسم اینجا برین درایو نیورو تروپیک پپتاید BDNF فاکتور. این BDNF کارش چیه؟ ما تا آخرای قرن 20 فکر می‌کردیم که مغز یک ارگان کاملا استاتیکه، یعنی وقتی که ما به سن بلوغ رسیدیم سلول مغز رشد کرد همونه دیگه عوض نمیشه. مثلا یک کسی به مغزش یک اینسالتی وارد شد، چه می‌دونم ضربه مغزی خورد، سکته مغزی کرد، دیگه از دست میده. الان فهمیدیم اشتباه می‌کردیم، اینم ما فهمیدیم که نه، یا تحقیقات ثابت کرده و برای اولین بار کسی که این رو اومد مطرح کرد دو تا برادر در واقع متخصص مغز اعصاب تو اسپانیا بودن، پدرشون سکته مغزی میکنه دورورای سال 1997-98. اینا چون هم آدمای خیلی به اصطلاح علاقمندی و هم که پدرها خیلی دوست داشتن، اینا این بابایی یه طرز کاملا فلجه، اینا شروع میکنن فشار دادن به این بابا که باید تو راه بری، تو باید حرف بزنی، تو باید بنویسی، ما ویدئو کرده که اصلا نمیتونی مثلا دستت تکون بدی. خلاص تا جایی که همسایه زنگ میزنه به پلیس میگه آقا این پدرها رو ابیوز میکنن، سرش داد میزنن، باش دعوا میکنن، این بیچاره رو نمیتونه تو کوه بخوره، این سکته کرده. خلاصه این بابا خوب میشه، راه میفته، فلجیش خوب میشه و میگذره و به خاطر این که در واقع اینقدر کارش خود خودش باور میکنه میخواد بره کوهنوردی، کوهنورد میشه، میره هیمالیا، اونجا سکته قلبی میکنه، فوت میکنه. اینا برش میگردن سال 2007-08 مغز اینو باز میکنن، نه این طرف مغز نیست، یک طرف مغز کاملا هست شده سلولاش و این بابا با یک طرف مغز دوباره شروع کرد صحبت کردن، دوباره شروع کرد راه رفتن، دوباره شروع کرد نوشتن
و این تئوری برین پلاستیسیتی زاده شد در واقع. یعنی دیگه ما پزشکا هم دیگه با ما اشتباه می‌کردیم از اواخر قرن 21 دیگه این تئوری جا افتاد، برین پلاستیسیتی، یعنی برین میتونه یه بخش، مثلا بنده اگر راست دستم طرف چپ مغزم فعاله، من اگر این دستم کار نکنه شروع کنم با این دستم کار کردن، اون طرف جاشو میگیره. من اگه صحبت نمیتونم کنم امروز به خاطر سکته مغزی، اون سلولایی که مرکز گویایی منه از بین رفته، جای دیگه شروع کنه به کار گرفتن. دیگه این بحث خیلی بحث قدیمیه که آقا مغز نمیتونه خودش رو ریجنریت بکنه. حالا چه عواملی هست؟ بی دی ان اف. فهمیدیم که ما همونجوری که یه هورمون رشد داریم تو بدنمون، وقتی میایم دنیا با اون هورمون بدنمون رشد میکنه و در یه مقطعی اون هورمون قطع میشه، ما دیگه استخونم دراستر از اون نمیشه، نمیدونم قطع میکنه نمیشه، اما یه سری هورمونای دیگه هستن که اینا باید باشن که بعضی اونها بازسازی کنن یا بهش میگن ریپیر، خودشون ریپیر کنن، مثل کلیه، مثل سلولای قلب، مثل سلولای شبکیه و مثل سلول مغز. بی دی ان اف پروتئینی است که در فرد دیابتی دقیقاً اتفاقی که توی بد جای دیگه بدن میفته تو مغزم میفته. یعنی چی؟ یعنی سلولای مغزی، من بخشید چون با دانشجو هم خیلی سوزم شکل بکشم، اگه این یه سلول مغزیه و روی دیواره این سلول مغزی یه پمپایی هستش که اینا باید در واقع رسیدن به انسولین حساس میشه، انسولین میاد و تنها غذای مغزم گلوکوزه، مغز نه پروتئین مصرف میکنه نه چربی. برای همین شما اگه چیز شیرین می‌خورید، فوری هایپر میشید، شما باز میشه. توجه کنید چون مستقیم وارد سلول مغزی میشه. و برای همین هم هست، اینجا من تفرجه میگم، یه بریر توی هر کنار هست سلول مغزی هست که سعی میکنه غلظت گلوکوز رو اونجا جوری تنظیم کنه که وقتی جای دیگه گلوکوز بدن افت میکنه، این افت نکنه که اون سلول برسه به غذاش. حالا افرادی که دیابتی هستن و برای مثلا 10 سال 15 سال آقا مثلا قندش بوده دور و بر 14 15 این به معنی اینکه قندش میاد زیر 10 حالش خراب میشه، سرش گیج میده، چون این سلول عادت کرده به گلوکوز بالا، برای همین باید پزشک آرام آرام قند رو پایین بیاره و این کم کم خودش رو ادابته میکنه به اون قندی که بین 4 تا 6 باشه، مثلا موقع ناشتا بین 8 تا مثلا 6 تا 8 باشه بعد از غذا. ولی مهم اینجا اینه که من فقط پیغامی که میخوام شما ببرید خونه امروز اینه که برای این رسپتورهایی که کنار مغزن وقتی که مقاومت ایجاد میشه، چون دیابت یعنی پریفرال اینسولین رزیستنس، دیابت نوع 2 مدل صحبت می‌کنیم، نوع 1 مثلا بحث نمی‌کنیم، یعنی من سلول‌های محیطی به انسولین خودم مقاومت ایجاد کردم، بعد انسولین هی بیشتر و بیشتر میاد و این کم جواب میده. تازه بعد ما مثلا داروهایی بدیم که این رو حساس کنن، مثلا متفورمین، یا داروهایی بدیم که هی انسولین زیاد کنه، مثلا مثلا قرصای دیگه. حالا توی مغز اتفاقی که میفته، یواش یواش این رسپتورها که به انسولین مقاوم میشن، این سلول دیگه گلوکوز بهش نمیرسه چون وارد نمیشه و این شروع میکنه به از بین رفتن. وقتی که این سلول از بین میره، در افراد، اینجا بحث آلزایمر هم باز میکنیم، دیروشن هم باز میکنیم، در افراد آلزایمر ایجاد پلاک میکنه. پلاک در واقع یه کلامپه، یه کامپلکسه، یه چه میدونم، یه گرهیست از سلول هایی که به هم جمع شدن و این رو توی سال 1974 آقای الویس آلزایمر، یه پاتولوژیست بود، آسیفیانس آلمانی بود، یه خانم 57 ساله‌ای فوت میکنه. میگن این خانم فراموش کرده بود پدر مادرش رو، خونه‌ش رو نمی‌شناخت، شوهرش رو نمی‌شناخت، عقل از دست تو خلالش راه می‌رفت. چون ما می‌دونیم آلزایمر بیماری است که در واقع می‌گیم بهش زوال عقل، یعنی طرف اول زمان، فرد، محیط رو از دست میده، بعد کم کم دیگه تمام شناخته بمیره و دیگه حرکاتی که در اون سن و در اون در واقع چیز توقع داری انجام نمیشه ازش. و ایشون اومد توضیح داد که آقا من این مغزی که پاتولوژی رو باز نگاه کردم و دیسک کردم چه عجیب دیدم و این شاید باعث شده این خانم رفتارش این بوده. ما نمیدونستیم اون وقت تو آلزایمر چیه، دیمنشن رو میشناختیم که ما وقتی صحبت از فارسی میگن دیمانس میکنیم، ما در واقع سه جور فراموشی داریم، یکی دیمنشیایی که همون آلزایمره که زود شروع میشه معمولا و حالا چند نوع داره، یه نوع دیگه‌اش هست بهش میگیم واسکولار دیمنشیا یا فراموشی که در اثر مشکلات عروقی که تو دیابتی ها بیشتره، تو افراد فشار خونی که در خون بیشتر میشه، اونایی که کلسترول بالا دارن بهش میگن واسکولار. یه نوع دیگه هم سنایه که در اثر بالاتر سن، مثلا یه آقای 95 سالشه مثلا فرض کنیم یه فراموشی داره، اینا هر کدوم یه
در واقع بروزات بالین خاص خودشو داره. اما چیزی که اینجا بحث ما بود میشه اینه بدونیم که این پلک هایی که ایجاد میشه در فردی که توی مغزش انسولین رزیستن ایجاد شده، کم کم این پلک ها باعث میشن که فضا رو اشغال بکنن و متاسفانه قسمت های اگه فرانتال مغز باشه، اونجایی که در واقع حافظه است، در واقع یادگیری قسمت های پروکاست باشه، مال صحبت کردنه و بچه های دیگه. حالا دیپرشن چی ایجاد میشه؟ توی افراد دیپرس بی دی ان اف ریلیتیولی پایین میاد و اینها شروع میکنن به شرینک کردن سلول. مثلا من اخیرا نگاه میکردم توی کلیولند یه کلینیکی باز کردم که فقط مال افرادی که اینشورنس های خیلی خوبی دارن، اینا میان از روی پت اسکن میگیرن، پوزیترون امیشن توموگرافی. یعنی ما وقتی که ام آر آی میگیریم از فرد، ام آر آی مثل یک ایمیج مرده است، به شما حیات رو نشون نمیده، فقط میگه چی کجاست، ولی پت اسکن حیات رو نشون میده که سلول چقدر فعالیت میکنه. فرقش با ام آر آی پت اسکن اینه که اینا تو پت اسکن اومدن مریضای افسرده رو پت کردن، دیدن مثالی که زده توی چیز در واقع پیپرشون میگن مثل درختایی که توی زمستون کلیولند برگاش ریخته، چون مغز ما باید به هم ارتباط برقرار کنه دیگه، بهش میگن دندریت. دندریت اون در واقع تارهای عصبی است که اگر شما بخوام یه دونه سلول عصبی رو خدمتتون نشون بدم، این سلول عصبی این اینایی که از اینجا میزنن، اینا باید با هم دیگه در تماس باشن. من باید الان دارم به شما نگاه میکنم، چشم من مثلا میگه اینجا آدینس هست و بلا فاصله به قسمت فرانتال مغز من باید این بر نگاه کنم، من بر اینجا میبر نگاه کنم، تلاش این باید ارتباطی باشه بین چشم من و قسمت مموری من که من بتونم ارتباطم رو با شما حس بکنم. و اینجا در افراد افسرده قسمت هایپوکامپس، قسمت ایموشن، قسمت در واقع احساسات افراد، اول اون شروعش میکردن، بعد یواش یواش چیزی که ما هیچ وقت از مریضان سوال نمی کنیم، مریضا شروع کنن به فراموش کردن. مریضای افسرده ما شروع کنن به این حال ندارم خونم رو تمیز کنم، خب اصلا دیگه برام مهم نیست، چه میدونم مثلا برم خونه فلان، یا اگه مثلا طرف تا دیروز دونم یه قدم میزده الان یعنی چی برم قدم میزن بگردم بیام؟ چرا؟ چون که ارتباطی بین لذت بردن از قدم زدنش و اون قسمت دیگه مغزش نیست. توجه ارزم کنم و اینا اومدن این افراد افسرده درمان کردن، دوباره پتیسیان کرد و میگه درست مثل برگایی که توی درخت، توی روی درختایی که دیدن تو بهار شروع میکنه به پربرگ شدن، مغز این دوره روش کرد. پیغامی که ما از اینجا میگیریم، مقاومتی که من از مریضای خودم میبینم، به خصوص از هموطنان، به محض اینکه اسم درمان افسردگی میاریم دقیقاً همینه. من ببخشید از من بلند کردم، خواستم همین رو بگم، چون مریضایی که میان من هر وقت صحبت افسردگی میشه میگم برید پیش دکترتون بگید، مطرح کنید، دارو داره، درمان داره، میگن نه 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 اونجوری که نیست، اونجوری نیست. و علتش هم به خاطر اینه که همیشه بیماری افسردگی همراه با این استیگما بوده که کسی که افسردهش رو خواهم دیوونه است، مجنونه مثلا، یعنی در واقع یه جوری قضاوت شخصیتی میشه در مورد فرد، در حالی که مغز هم یه ارگانه. شما وقتی قلب ناراحتی میدونی میری دکتر میگه آقا هر کاری میخوای بکنی بکن، میخوای جراحی بکن آقا خوب بشه، شما وقتی پات میشکنه میخوای ببری، اما اینم همونه، اینم ارگانی است که الان ما شناختیمش، دارای یک سری هورمون ها هست، دارای سری پروتئین هستش که داروش هم مشخصه. منتها حالا من روی بحث بعدی خود عرض می‌کنم، قرص و دارو یک بخشی از درمان افسردگی است، بخش‌های دیگه هم در واقع توی درمان افسردگی هست. حالا این آقای بی دی ان اف در واقع یک نیوروتروپیک، یعنی ایجاد سلول‌های جدید، حیات بخشیدن. چه وقتایی اینا بالا میرن؟ چه وقتایی پایین میرن؟ شما وقتی افسرده هستید تحریک پذیری مغز به حدی میرسه پایین، احساس نیازی برای بی دی ان اف نمی‌کنه، چون شما چالش می‌کنید مغز. برعکس شما برای کلاس موسیقی می‌خوای یه دو تا نوت یاد بگیری، بی دی ان اف میره بالا، جای جدید مغز فعال میشه. شما یه زبان جدید یاد بگیرید، همینجوری که هستین شما فارسی صحبت می‌کنید، یه زبان انگلیسی یاد بگیرید، شما کافیه 6 ماه شروع کنید از با یه زبانی که اصلا آشنا نیستی به مغز فشار بیاری، خب مثلا این آب مثلا میشه واده، چه میدونم هرچی که، بعد میگی اینجاست که شما، ما الان بهش میگیم environment enrichment، یعنی غنی سازی محیط. از چی؟ از محرک ها. یکی از محرک هاش تحریک مغز از طریق جدل کردن، یادگیری یک حرفه جدید، یادگیری یک ارزم به حضور شما زبان جدید و هر چیزی که مغز شما رو به چالش می‌کشه. دو،
ورزش فیزیکی ثابت شده که وقتی شما ورزش میکنی ضربان قلبت، من همیشه مریضا میگم این وقت من میگم ورزش مجلس بشه ورزشکار بری نمیدونم عضو یه تیم فلان بشه، یه باز تحقیق جالبی بود که من یادم نره خدمتتون عرض بکنم، وقتی صحبت از ورزش میکنیم هر چی که ضربان قلب شما رو بالا ببره، اگر میخواید ورزشی بکنید که ازش استفاده بکنید بعد در حدی بره بالا ضربان قلبت که نتونی با بغلتی صحبت کنی، میتونی با قدم زدن شما میتونی راه بری به اینجا برسید، ترجیح کردید میتونی تناب بزنید به همینجا برسید و بعد دوچرخه تو خونتون باشه، حتما نباید خیلی پیچیده باشه، شنا هر چیزی که برای حالا خبر خوبی که برای شما دارم پرسید شنا، ما همش فکر کردیم ما پزشکا باز این نوشن غلط داشتیم که آقا وقتی میگیم ورزش حتما بعد اینی که من گفتم باشه، نه این خوبه، ولی الان اومدن توی سوئد یه دو تا گروه 200 نفری رو توی اداره که کارشون شبیه هم، یعنی یه کار مثلا مشخصی توی یه شرکت کشیرانی دارن ظاهرا اونجا که خیلی خیلی چیز بزرگ و اینا توی سن اینا رو بکنن، بیاد گفتن آقا شما این کار مشخص ای رو که داری لطف کنید صندلی چپتر به تو میدیم بلند شد با صندلی بریم مثلا پای اون قفسه کاغذی میخواد بردیم میدیم با همون صندلی چپتر مثلا اون بیدیم بریم اون بر ناشنه ها رو بخوریم با همون صندلی بریم پای دستشو ادراک کنیم برگردیم میدیم بیاید بگفتن شما صندلی چپتر نداریم و بلند شدیم بریم اونجا اون رو بردیم بیاریم و بریم اونجا و جالبه بعد از 6 ماه دیدم اونهایی که صندلی چپتر نداشتن هم قند خونشون بهتر کنترل شده هم کلسترولشون اومده پایین تر و هم بی دی ان افشون بالا بود. بنابراین من هیچ وقت پیچیده نمی‌کنم به مریضا وقتی در مورد ورزش حرف می‌زنم این پیغام در واقع تو کزی که ما اونجا میگم eat less move more don't smoke یعنی یه کم کمتر بخور. حالا بخوام خیلی بریم توی دیتیلش نه فرصت داریم ولی پیغام اینه شما میتونی همه چی بخوری ولی کمتر. این شامل الکل هم میشه، این شامل نمک میشه، این شامل نشاستن میشه، کمتر بخورید، یک، دو، حرکت کنید. این حرکتی که ما میگیم معنیش نیست که شما برید عضو تیم من فلانسی بشید، ماشین تو دو تا بلاک دورتر پارک کن، پیاده برو، خرید کن بگرد. من تنها پزشکم که خیلی راحت به مریضان این چیز امضا نمی کنم، پارکینگ سرویس. هر کسی از دنیا تو نمی فرما، دکتر من نمیتونم راه برم، بگم نبر راه بدید پارک. نه برای از اینجوری، من بعد میدارم میدارم. ولی هم کار دیگه بهش رو اصلا میدم. چرا که شما در واقع وقتی که به یه مریضی میگی آقا بیا این پارکینگ چیز رو بذار روی ماشینه در واقع بهش مجوز میدی که راه نره. در واقع من دوستم مریض رو راه بده حتی اگه آرتروز داره حتی اگه دیابت هست الان ثابت شده ما یه تغییر داریم توی سرفت میکنم که الان ماه سومشه یکی از کارهای من در واقع جریاتری کیر کیر اخلاق مسن یه سه دانشجو رو گفتیم رکود کردن ما اینا که آوردن توی اون مرکز مرکز ما بیشتر برای ریهابیلیتیشن بود که ما فیزیوتراپیست داریم نمیدونم پزشک ارتوپد داریم من وان ترابل که پرووایدر اونجا هستم که مثلا بهشون میگم میام پاوارشون میگم باور کنید مثل روز قیامت اصلا میگن همه بیدار میشن بالا میشن اینا با ویلچر رفتن توی این اما همه سو بخوشون نمیاد فقط برای اینکه بهشون بگن آقا این روی ماشین رو استفاده کن بعد کشین پاشین با حرکت بدین موو موو یعنی همه سو موو بده توجه به ارزم میکنم. بنابراین به هیچ وجه دست کم نگیرید تأثیر مثبت تحریک زیاد. حالا من همینجا برای اینکه خیلی قضیه به قول معروف چیز سرتون درد نیارم اینم بگم بعد یه روز دهکده تو انگلیس هست که اینا اومدن توی سال هزار این سال خیلی برای ما سال خاطر انگیزی نیست 1979 سالی بود انقلاب شد تو ایران اینا توی این روستای این در واقع شهر کوچیک کارفیلی کارفیلی همونجوری که خواهد نرس کرده جان؟ کارفیل کار سی ای ای آر پی اچ آی ال ال وای کارفیلی توی ساوت ویلز ساوت ویلز توی ساوت ویلز هستش اینو دولت انگلیس اومد پول داد به این حقوقا که فقط اون وقت چون زمانی که خیلی ها سکته میگرد و یعنی مورد از دقلقه خیلی بالا اینا گفتن ببینیم چی توی گرادس های این مردم که قیدار میکشن همه شون 50 ساله سکته هم میبینن 60 ساله خیلی بالا دارن آمودن من آمار شون مدیسون رو بیشتر اون دارن در کنار اما 30 سال در واقع اون چیز همون شده و هم دارن میدن توی در واقع فاز بعدیشون اینا اومدن
پنج تا فاکتور رو به اینا گفتن که دو تا گروه در واقع یک گروه کنترل یک گروه آزاده. ببینم ما شما رو می‌خوایم که این کار رو بکنید. مشروب آقایون حق ندارن بیش از 7 9 تا در هفته 9 تا سرینگ داشته باشن، خانم ها فقط 7 تا. و الان گایدلاین که ما داریم میگیم از اون طرح اومده بیرون که میگه واقعا ثابت شده. شما خوابتون باید بین 7 تا 9 ساعت باشه، هر ساعت کمتر نه، 9 ساعت بیشتر نه. برای شما عرض بکنم غذاتون باید چربی هاش کم باشه، که جالبه که اشاره کنده شده بود سالوبل فایبر. سالوبل چیه؟ همون بادمجون و کدوی خودمونه. اینا تنها فیبرایی هستن که میرن وارد جریان خون میشن و کلسترول رو میرن پایین و BDNF هم زیاد میکنن. یعنی شما هر فیبر دیگه بخوری جذب خونت نمیشه، مزمن روده میمونه، موادش میگه. ولی این فیبریست که سالوبل توی آب و وارد سیستم میشه و اون رو هم اضافه کردن به خاطر بازی در واقع هایپوتزیس داشتن که آیا این کار رو نمیکنه. بعد سیگار نکشید، ورزش هم گفته بودن بشون به 30 دقیقه در روز 5 روز در هفته شما پیاده روی بریس بکنید که همون چطور بهتر طول دارید. چه جالبه گایدلاین که من پزشک مریضم بدن برنامه اون تعریف بوده. بعد خیلی جالبه بعد از 20 سال توی کنترل نگاه کردن و اونی که خب آزاد بود 73% کمتر دیابت داشتن افرادی که این رو رعایت کردن، 67% تعداد سکتای مغزی و قلبی از اینا اومد پایین تر سخون جنگیت خودیگه که این کار رو میکردن و 35% سرطان کمتر بود در اینا و 64% هم دیمنشیا یا هم از آن. خلاصه یه در واقع این تغییر اینه که ماها درسته این ممکنه ژن معیوب داشته باشیم، ولی شرایط محیط و نوع زندگی ماست که در واقع در نهایت دیکته میکنه به اون ژن که آیا تجربه بشه یا نه. تجربه ارزش نمیکنه. و اونجا چیزی که خیلی خیلی مهم بود که من اینجا عرض نکردم باشم آخر بگم، مسئله استرس بود که اینا اومدن اینا هم در واقع براش یه چیز گذاشتن، یه کرایتریا گذاشتن، یه چه میدونم چی بهش میگن کرایتریا، یه شاخصایی گذاشتن و بعد دیدن این افرادی که روی این لایف استایل هستن استرسشون کمتره. بعد گفتن نکنه چون استرس کمتره اینها این مسائل داشتن، اومدن رابطه اونو. بعد دیگه چند تا در واقع چیزی که الان باز ما بهش رسیدیم، یه چیزی هست به نام آی انسولین لایک گروت فکتر که نوع دو سه و چهار داره، نوع یک شنها کردن تو اینا، اینم تو پیپر 2012 شون چاپ شده بود انسولین لایک گروت فکتر. ما فهمیدیم باز درست مثل BDNF این ILGF هم خیلی خیلی حیاتیه برای طول عمر. یعنی اینکه ما اینجوری نیستش که بدنمون نتونه دوباره بازسازی کنه. شاید البته هنوز دارن کار میکنن، شاید افرادی که طولانی‌تر زندگی میکنن و مثلا معلا مریض دارن، مثلا تو کزوی 90 سالش این خانم خودش میاد را میره، کلسترولش دارونی میخوره عالی، قندش عالی، شنواییش عالی، بعد آدم وقتی اینا رو سنگه میگه نکنه این، چون اینا کمک کنه به بازسازی در واقع اعصابش نگاهی در حالی که میگن زود میرن توی در واقع پیر چیزی، پیر گوشی لیولینشون پایین‌تر در مقایسه با گروه کنترل. یه پیپری توی امریکا من اخیرا نگاه میکردم که اومده بود در واقع این رو با یه دونه چیز دیگه بود، یک هورمون دیگه پیدا کردن به نام اپیتیلیال ریپیر فکتر ERF. این ما سطح داخل در واقع عروقمون یه مخاطی هست که شونه اپیتیلیوم مثلا، این هرچی اسموتر باشه خطر برخورد پلاکت ها با هم کمتره. شما در ذریع یه سطح سیغلیه یه چیزی شما قلدی راحت میره، یه سطح ناهنگاره، خب این هی برخورد میکنه. و یکی از علت هایی که افراد سکته مغزی میکنن که ریسکشون برای دیپرشن بالا میره و اعضای بالا میره یا سکته قلبی میکنن با هم بازرس بیشتره، همه ما ها از سن دو سالگی عروقمون شروع میکنن به یک ماده نام پلک درست کردن. اگه این سطح داخلی عروق باشه این پلک ها اینا میان به صورت کلسترول اینجوری کم کم شروع کم ازدن. ما حتی اگه این تا 90% هم
بسته بشه 10 مثلا فقط داشتون قلب و عقمون اگه درست بسته بشه ما مشکلی نخواهیم داشت. ولی مشکلی که ما پیدا میکنیم این پلک ها شروع کنن بعضی موقع حرکت کردن، کنده شدن. وقتی اینا حرکت میکنن بر خودشون با پلاکت، چون پلاکت اصولا یک سلول دفاعی است که ما از خونریزی نمیبینیم. من اگه دستمو بریدم اولین سلولی که من میبندم اونجا رو و پر میکنم و خونریزی بیشتر میکنم که لخته درست میشه پلاکت های ما هستن. توجه به ارزم میکنیم. بعد این وقتی که سطح ناصاف پلاکت داره خب ایجاد لخته میکنه و اون لخته است که نمیکنه ازش 100% و اون هاتریزی حمله میگیم بهش یا سکته میگیم بهش یا میتونیم مایکرو آسپرین اینجا کار میکنه، میاد اون پلاکت رو حد اقل نمیگذاره که راحت ایجاد لخته بکنه و یک دونه پلاکت 7 روز اون داره توی اون در همین مورد دوز پایین آسپرین هست رو جمعی بسته میدونه ترجیح کرد و اونم باز برای پیشگیری از لانگ ترم برای در دراز مدت برای الزایمر خوبه. برای اینکه ما گفتیم یه نوع دیگه دیمنشن وسکولاره، افرادی که وسکولاری وجود دارن افرادی هستن که سلولای خیلی خیلی کوچیکن بسیار ریزشون اینا کم کم بسته میشه و دیگه اون قسمت مغز بهش خون نمیرسه و این باعث فراموشی وسکولار میشه و اینجاست که این ERF کمک میکنه اونا رو بازسازی کنه. باز چینی بالا میبره ورزش الان شما به هر پیپر، هر ورقه، هر تحقیق جدیدی که من پیدا نگاه میکنید توی میدید سر این ورزش اصلا دارم میبینید. چرا که ماها به عنوان موجوداتی که توی طبیعت باید باشیم ما باید از صبح تا شب بدویم، از درخت بالا بریم، یه ذره غذا گیر بیاریم بخوریم، بعد تا یک ماه شرط گیرمون نیاد بعد دوباره بدویم. حالا اومدیم خودمون تغییر دادیم زندگی رو، غذای فرمان در دسترسمون، همه چی هم می‌خوایم هی محدود و محدود حرکت بکنیم، می‌خوام بریم قهوه بخوریم، ماشین درایو ترو چه می‌دونم همه چی کنترل داره، برای سر کار می‌خوام بریم با ماشین. برای همین بحث ورزش بحث بسیار بسیار مهمی است. من نمی‌دونم چقدر وقت دارم، من نمی‌خوام خیلی اوکی من اجازه می‌خوام که چون نمی‌خوام دیگه زیاد سرنامه‌ام جمع‌بندی کنم، یعنی فقط خلاصه کنم بحثم رو. الان برای ما بدون شک برای کسایی که توی فیلد پزشکی هستن همون جوری که بالفرض یه مریض میاد میدونم پدرم سرطان مثلا دو داشته من بلافاصله میخوام بفرستم برای کولونوسکوپی چون میدونم چه رابطه مستقیمه، یه مریض میاد توی میگه من سیگاری ام من بلافاصله نگران سرطان میگه میشم. الان هم ما وقتی که مریض از در میاد تو و میگم دیابت داره ما هم دیپرشن فکر میکنیم و هم به فراموشی فکر میکنیم و این بسیار بسیار در واقع قضیه مهمی هست که من دلم میخواد اگه شما در این رابطه صحبتی دارید سوالی من خدمتتون باشه.